87 مقام اول جشنواره بانوان کشور رو دارم، سال 88 مقام سوم نیمه سری بانوان کشور، دو دوره نفر سوم آسیا و یه دوره دو طلا و یه نقره آسیا دارم. قهرمان سه دوره نوجوانان آسیا، سه سال پیاپی قهرمان جهان، نایب قهرمان جهان و نفر سوم جهان. این مسابقات مسابقات فینال بانوان کشور هستش، انتخابی تیم ملی. 24 نفر از فینالیست کشور حضور دارن، 5 نفر برای تیم ملی انتخاب میشن. در حال حاضر مسابقات قهرمان کشور هست که در هیئت تهران برگزار میشه و امروز دور هفتم این مسابقات هست. در این مسابقات بازیکنان خیلی دیگه برگزیده از کل بازیکنان کشور هستن. مسابقات از لحاظ کمی و کیفی سطح بسیار بالایی داره، به خصوص از لحاظ کیفی با سالهای پیش خیلی فرق میکنه، خیلی تدارکات ویژه‌ای دیده هیئت جهت‌آمیز تهران. بنابراین خیلی از قوانین رو خودشون میدونن اتوماتیک و نیاز زیادی به این که بخواید توضیح بدین نداره. بیشتر مشکلات در داوری زمانی پیش میاد که شما با مسابقاتی دعوت میشید که بازیکن‌ها میخوان تازه وارد مسابقات بشن، هنوز آشنایی به قوانین رو ندارن. مسابقات خب سطحش سنگینه. بعد اینکه من تهرانی هستم و توی خود استانم برگزار میشه خب یه مزیتیه برام. بعد برگزاری استان تهران بهترین برگزاری بوده که تا حالا دیدم. مسابقه در سطح بالایی برگزار شد. امکاناتی که امسال برای بازیکن قرار داده بودن نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر بود. سطح مسابقات خیلی خوبه. بعد کارهایی که واسه این مسابقات انجام دادن بسیار عالیه. امکاناتی که قائل شدن برای بانوان ایران خیلی خوبه. نظر من شطرنج بانوان رو به رشد هست، همونطور که خب از رده نونهالان، نوجوان و جوانان ما نشون دادن که در مسابقات جهانی آسیایی مدادهای رنگارنگی آوردن. خب این بخش فنی هست و بخش کمیش هم که مسابقاتی برگزار میشه با 100 تا شرکت کننده برگزار میشه در شطرنج و هر روز استقبال والدین بیشتر میشه و خیلی مایل هستن که فرزندانشون به رشته شطرنج رو بیاره. هر صفحه یک داور نداره، ولی خب مسابقات به ترتیب که مهمتر میشن، یعنی هر چقدر درجه اهمیت مسابقه بالاتر باشه داوران بیشتری برای تعداد میزهای کمتر منصوب میشن. اینه که دیگه مثلا شما حداقل شاید برای 3 میز یک داور لازم باشه برای مسابقات مهم. این مسابقات کیفیتش خیلی بالا بود و اینکه تمام بازی‌هاش به صورت آنلاین پخش می‌شد. معمولاً داخل مسابقاتی که من تا حالا جهانی، آسیایی و غیره شرکت کرده بودم فقط بازی‌های میز 1 تا 10 اینا آنلاین بود، ولی داخل این مسابقات تمام بازی‌هاش به صورت آنلاین پخش می‌شد از طریق سایت‌های مثلا سایت چس بوم که می‌تونستن همونطور که بازی‌ها رو به صورت آنلاین می‌دیدن آنالیز کنن. بازی ها به صورت آنلاین پخش می شد و 24 بازیکن هم از استان های مختلف شرکت کرده بودن که 5 نفر از این بازیکن ها برای تیم ملی انتخاب می شد. من این صفحات دیجیتالی وقتی بازیکنان حرکت میدن و حرکت های خودشون رو انجام میدن توی کامپیوتر این حرکت ها نمایش داده میشه و چون از طریق کامپیوتر به سایت هیئت شطرنج استان تهران وصله، این صفحات حرکت ها رو منتقل میکنن به سایت.
همینجا جا داره که از مسئولین هیئت تهران تشکر کنم بخاطر اینکه برای اولین بار صفحه‌های دیجیتالی رو برای بازی‌ها گذاشتن و تمام بازی‌ها یعنی 12 بازی که انجام میشه به صورت آنلاین پخش میشه. واقعا خوبه چون که مثلا نه فقط سایت ایرانی بلکه سایت‌های معتبری هم مثل سایت‌های خب مثلا چست بام که آنالیز هم داره یا همه اینا همشون برگزار می‌کنن، یعنی نشون میدن که این بازی‌ها رو الان میشه نمایش بدید برای ما؟ بله، مثلا حرکت ای 4، ای 5، از F3، از C6. همطور که مصدرید، خب شطرنج رشته که قبل از بازی نقش تدارکات و اینکه برای بازی بعدی بخواید آماده بشین خیلی مؤثره. بخاطر همین وقتی که بازی ها آنلاین برگزار میشه شما میتونید بازی رقیب آیندهتون رو ببینید، آنالیز کنید و نقاط ضعف و نقاط قوتش رو ببینید و تحلیل کنید و برای بازی بعدیتون آماده شید. بازیکنایی که مثلا میخوان بازی حریفاشون رو ببینن یا با واریانتاشون آشنا بشن میتونن این بازی ها رو نگاه کنن، بعد برای بازیاشون تدارک ببینن و با آمادگی بیشتری به بازی ها. مثلا ما که میریم خودمون برمیگردیم خونه، بازیمونو هم از روی سایت ها هم با انجین ها و برنامه های مخصوص شطرنجی آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم، اشکالامونو درمیاریم برای بازی های دورای بعد. بله، وقتی بازیکنان حرکت های خودشون روی صفحه انجام میدن، این حرکت ها توسط کامپیوتر انجام میشه. خب تراشه‌هایی بله بدون شک داخل هم خود صفحه و این مهره وجود داره که باعث میشه که این حرکت‌ها رو منتقل میکنه. طریق نرم افزاری که داخل خود لپتاپ وجود داره نصب شده، این حرکت‌ها از طریق نرم افزار به سایت منتقل میشه.